سلام به دانشجوی عزیز، جعفر کاظمی از نمایشگاه چیلونتو هستم. تو این تصویر شما الان دو تا کمپرسور رو کنار هم میبینید که هر دو برش خورده است. سمت راستی یک کمپرسور هرمتیک و سمت چپیه یک کمپرسور سمی هرمتیک، هر دو سیلند پیستونی هستند. راجع به کمپرسور سمی هرمتیک قبلا فکر کنم تو چند تا فیلم توضیح دادم، دیگه الان احتمالاً آشنا هستید. این سمت موتورشه، بخش لوله مکشه، اینجا همطوری که میبینید این قسمت لوله مکشه، شیر سرویس مکش. این قسمت خدمت شما عرض شود که این ساکشن گس کولده، همطوری که قبلا گفتم میاد از دور و وسط کور موتور رد میشه، خنک میکنه و بعد میاد توی این قسمت که کمپرسوره. شما اینجا در واقع سرسیلند رو برش خورده میبینید که الان این نمایی که دارید میبینید سیلندر و اینم پیستونه که اینجا میتونید ببینید. و نهایتاً این قسمت، این که لوله رانشه و این شیر سرویس رانشه و اینجا هم که لوله خروجیشه. حالا از این برم اگه نگاه کنید میتونید اون شیر سرویس رو در واقع ببینید، اینجا ببینید به این صورت. اگه یادتون باشه شیر سرویس کارش این بود که شما میتونید اینو بچرخونید بیاد جلو این مسیر رو ببنده، یا بکشید عقب، یا اینکه به این کانکشن های اندازه‌گیری راه بدید. این قسمت انتهاییش هم که یادتون باشه اویل پمپ بود. توی به اصطلاح کمپرسور هرمتیک، خب این الان یک کمپرسور برش خورده است، ببینید از وسط برش خورده. کمپرسور های هرمتیک به طور کلی شما سه تا لوله میبینید توش. لوله اول این لوله است که لوله مکشه، اگه اینجا نمیدونم تاریک نباشه، این لوله مکش دقیقا راه داره به پوسته، یعنی گازی که از سمت اپراتور میاد میاد داخل این پوسته میشه و باعث به هر حال خنک کردن این موتور و اینا هم میشه. حالا توی سمی هرمتیک یادتون باشه اینجا در واقع گازی که میاد، حالا البته این برش خورده است اون پشته شاید نشه دید، اینجا نگاه کنید، یعنی این گازی که از مکش میاد اینجا میره و به اصطلاح از دور، حالا مسیرهای کل دورش نه، یه قسمتی از دورش و کور رد میشه و موتور رو خنک میکنه. ولی توی هرمتیک همطوری گفتم این گازی که میاد از اینجا وارد محفظه این پوسته کمپرسور میشه. خب این گاز توسط کمپرسور مکیده میشه. این تو همونطور که میبینید دو بخش داره، بخش پایینی اگر واضح باشه، این بخش پایینی موتوره و این بخش بالایی کمپرسوره که این در واقع سیلندرشه. این یک کمپرسور تک سیلندره. الان که ببینید این من بچرخونم در واقع رفته اون پشت، آه دیگه نمیتونم بچرخونم، در واقع سیلندرش که به این صورت میچرخه. گازی که فشرده میشه توسط کمپرسور از این لوله که ببینید این لوله باری که اینجا هست میاد، معمولا یه مسیری رو میبینید اینجا طی میکنه داخل پوسته کمپرسور و از این لوله خارج میشه. بنابراین این لوله مکشه، اینم لوله رانش. یه لوله دیگه هم اینجا دارید که اگه نگاه کنید داخلش رو نمیدونم مشخص باشه، آه اینجا مشخص، ببینید این لوله هم مثل لوله مکش به داخل پوسته راه داره. این در واقع حالا کاربرد متفاوتی میتونه داشته باشه. یکی از مرسوم ترین کاربردش در واقع برای شارژه، یعنی این لوله رو میشه سرش رو کور کرد و برای شارژ سیستم استفاده ازش کرد. بنابراین لوله شارژ و لوله مکش هر دو به داخل محفظه پوسته کمپرسور راه دارن. برحال این بد نبود که برشی رو از کمپرسور هرمتیک و سمی هرمتیک کنار همدیگه ببینید و یه مقایسه‌ای بشه. موفق باشید.